شنبه. اقوام ساکن دو طرف خط دیورند در اسپین بولدک شخصی را برای حل مشکلاتشان به حیث بزرگ قومی مشترک تعیین کردند. با وجود اینکه پاکستان موانع زیادی را در برابر افغان‌ها در امتداد خط دیورند ایجاد کرده است، اما اقوام از هم جدا شده با استفاده از این خط فرضی هنوز هم روابط و قرابت‌هایشان را با هم دیگر حفظ کردند. اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند در ولسوالی اسپین بولدک قندهار روز شنبه جرگه مشترکی را برگزار کردند و بزرگ قومی مشترکی را برای حل مشکلاتشان تعیین کردند. بزرگان قومی میگویند که تلاش خواهند کرد تا مشکلات خود را از طریق بزرگان قومی و گفتگوها حل کنند. ولی محمد بادیزایی که به حیث بزرگ قومی اقوام ساکن در هر دو طرف تعیین شده است میگوید برای حل اختلافات تمامی افغانها به خصوص اقوام هر دو طرف خط دیورند و حل مشکلات منطقوی تلاش خواهد کرد. موږ غواړو چې د ټول افغانستان لر او بر ټول پښتانه ټول مسلمانان موږ غواړو چې اتحاد او اتفاق افغانستان کې راشي موږ وطن جوړ شي موږ دا خوښوو چې خپل غریبان چې څه یاري هڅې وي یا څه دورې ودورې یا هغه موږ خو د خپل وطن ته توجه وساتي موږ یې راوبوو. این در حالی است که اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند به دو بخش تقسیم شدند که پاکستان هنگام رفت و آمد مواد زیادی را در برابر آنان ایجاد کرده است. یک شنبه از شروع ولایتی هلمند و نمایندگان این ولایت در ولسشیرگا میگویند حکومت افغانستان فرصت سرکوبی طالبان مسلط در ولایت هلمند را عمدن از دست میدهد. پس از عملیات چند ماهه نیروهای افغان در ولایت هلمند، هنوز هم طالبان مسلح 6 ولسوالی این ولایت را در تسلط خود دارند و حکومت تنها امنیت مراکز 7 ولسوالی را تامین کرده است. در روزهای اخیر طالبان مسلح بر چند حوزه امنیتی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حمله کردند و در نتیجه درگیری در ولسوالی گرمسیر و سنگین تلفات گسترده نیز به هر دو طرف وارد شده است. اعضای شورای ولایتی هلمند هشدار می‌دهند که اگر نیروهای تازه نفس به این ولایت فرستادن نشود، احتمال دارد که طالبان مسلح ساحات بیشتر را تصرف کنند. موږ بیا په چنګار سره پر حکومت باندې د حکومت پر لوړ پړو مسولینو باندې پر نظامیانو باندې غږ کوو چې هر څونه ژر کېدلای سي په هلمند ولایت کې دي عملیات شروع کړي ترڅو بیرته زموږ خلک خپل عادي ژوند ته وخوځيږي او خپل ژوند هلته ترسره کړي. چیرې دښمن پر دې باندې وازه مخه کوي چې دښمن خپل خلق یا زواکونه د مخه تدیر واسطه چې دولت کسانی ورغلی شاید چې دا کنه بیل هو په برخه شي. د څنګین ولسوالۍ ته تازه دمه پوتونه په ساعتونو کې په دیدیکو کې ورسوي تر څو هلته د دښمن هغه وروستۍ چرې وباسي. نمایندگان ولایات جنوبی در شورای ولایتی میگویند که حکومت پس از این فرصت تصفیه هلمند و ولایات همجوار آن را از دست می‌دهند و شاید طالبان مسلح در بهار آینده به تهدید جدی مبدل شود. دا اوس پیل علا روزگار هم د عین مشکلات سره مخامخ دي لکه هلمند چې مخامخ دي. زابل د عین مشکلات سره مخامخ دي او په کندهار کې مشکلات را پیدا شوی. په کندهار کې په مختلف ولسوالۍ کې مشکلات موجود دي. دا غوښتي چې د حکومت د بې کفایتۍ ډیر زیات دلایل چې موږ پر دې باندې باس کولای شو چې حکومت په کل کې هغه تشکیلات چې کوي هغه د منطقې سره بلدیت نه لري. شرایط اوس په هلمند کې اوس شرایط وجود لري او طالبانو موقف تل ډیر قوي نیولې دی اوس او د طالبانو امدګي دا وسم شروع دي د جنگ لپاره چې راتلونکي کال ډیر سخت جنگونه وکي او د دې فوکس او ذات توجه د هلمند د لشکرګاه خپل خصوصا د ولایت ته چې باید هغه خپل تر ولکې باندې لاندې راولي او طالبانو کوم ځایونه چې طالبانو په کنټرول کې وسم پاغه شاندې وسم د دوی تر کنټرول لاندې دي کوم سیمې شې دوی لکه د ناوی سوالی مرجان عدالی. گفته می شود که در این اواخر علاوه بر هلمند در اروزگان، زابل و قندهار نیز تحرکات طالبان مسلح افزایش یافته است و این گروه ها در ولایت فرا از سوی ایران اکمال می شود. اما وزارت دفاع ملی این نگرانی ها را به جا می خواند و می گوید که عملیات شفق دو موفق می باشد و اخیراً تلفات سنگین نیز در نتیجه این عملیات بر طالبان مسلح وارد شده است. در همین حال سخنگوی والی هلمند از آغاز عملیات تصفیه‌ای در آینده نزدیک در این ولایت خبر می‌دهد. په هلمند کې خو موږ ډېر خلاص راوړنی لرو. دوی خو وخت چې هلمند
خپل عمومي مرکز وګرځي خپل شوراګانې را انتقال کړي. مګر په هلمند کې موږ دوی مات کړ. د څو ورځې مخکې به تاسو اورېدلي وي چې په مساقلا کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې. په لسګونو سلګونو وسلې او مهماتو دوی لاسته راغلل. زندانونه موږ ونیول، د دوی ډیپوګان مو له منځه یووړل. په هلمند کې هغه خوب چې مخالفینو لیدلی و هغه خوب یې یعنی اوبو ته تېر کړ. هغه سیمې چې په دموستۍ کې وسله والو مخالفینو پر خپل کوشش لاندې نیولې وي، او یا هغه سیمې چې په هغه کې لوړ تهدیدات دي، هغه مکمل توګه رفع شي. د دې لپاره تم کړی اقدامات روان دي تر څو دغه جدي طرف په دې سیمو کې دغه عملیات به انشاءالله پیل شي. چند قبل گزارش های نشر شده که گویا برخی از سران مهم شورای کویته طالبان به ولایت هلمند آمدند و شاید جنگ سال آینده نیز از همین ولایت رهبری شود. بیشتر از 50% امکانات مالی پلیس محلی ننگرهار که در برابر داعش می جنگند با جیب های شخصی می رود. ولسوالی کوتن ننگرهار که مرکز مهم گروه داعش خوانده می شود، با وجود عملیات نیروهای امنیتی هنوز هم شاهد فعالیت های جنگجویان این گروه می باشد. باشندگان محلی عملیات نیروهای افغان بر ضد جنگجویان داعش را کند می خوانند و پلیس محلی شکایت می کند که بیشتر از 50% امکانات اختصاص یافته به این نیرو برای مبارزه با گروه داعش به جیب مسئولان محلی می رود. قمندان پلیس محلی ولسوالی کوت می گوید برای این ولسوالی تشکیل 400 نفری پلیس منظور شده است، اما امکانات بیشتر از 200 سرباز برای آنان دادن نمی شود. ته دې خبرې غم خوړی چې موږ ته 400 محلیان را کول شوي، خو په مجموع کې دلته موږ 250 نه لرو، ځکه چې هغه د ولسوال او د کومندان سازش دی. څوک یې وراره او څوک د خو د خوریا او څوک په داسې شمول باندې څوک داسې کسان دي چې موږ نظام په کوټ ولسوالۍ کې نظام نشته. شاهي مسله روانه ده او زمونږ ولسوال چې دی دا زمونږ کومندان هم دی او زمونږ ولسوال هم دی. خیلی پولیس په کوټ کې قرار لري. خیلی 400 کسان دوی اعلانې چې هلته محلي پولیس دي که 200 ته دغه در کومه 200 یو نیم سر کسان دوی یو دیوال د کورنۍ تشکیل ځان ته جوړ کړی دی. پلیس محلی میگوید که برای آنان در خط اول جنگ اکمالات به موقع نمی رسد و معاشاتشان نیز در وقت معین آن پرداخت نمی شود. زر روپای دی امره را چوب پا خی خوانه را کیا که آقا پا پوستی که خرو دلان دی خلپان روڑه غوار و پوش اشا یو شم نشتا دی خیمیم را چه چی سوره سوره دی کلا یو لرگه یو چنگ لکی دو کلا بل چنگ لکی کم زمانگ دا اشه زمانگ دا بوت و دا مرمه هند کوت محلی پولوس دوم را بادر پولوس دی چه دشمن سر ار وقت پا جنگ کی پا خط کی براتی خدا چه مشران دو نیک ماله دو سر کومک نکا دا غو هیلی دا غو آقا جذبات آقا بیر تا پا خواه رو بندی اولی. اما ولسوالی کوت این ادعاها را رد می کند و می گوید که در حال حاضر 400 سرباز پلیس محلی در برابر داعش می جنگند و تمام امکانات برایشان می رسد. از سوی دیگر قمندان امنیه ننگرهار مشکلات پلیس محلی را می پذیرد، اما می گوید که تلاش می کند تا امکانات آنان به موقع برایشان برسد و ادعای موجودیت پلیس خیالی در صفوف پلیس محلی را به اساس می خواند. دواندار په حدود دی دری سوا نفره اطمان پا پوستو که موجودی سی سو نفره پا اجراعات روزمره که کتا و پورتا خود بدی وقتو که خوصد در مرکز زوارم دی بعضی دی رمز موضوع دی زموش سیاپاقه که دی زیورازی قطع نوک پا خدمتی پولیس یا توظیفی پولیس دی محلی پنور و جایو و اشخاص و افراد و سرگن درو ات کلا دسی نکیگی یاو کم سالور سوا کسا پا کپچیر تا پا کورت کی ثابت شو چی یاو کسم پا سالور سوا که کمو زا من حیث یاو ولسوال بیا کانون تا تیاریم. کوت یکی از ولسوالی‌های ننگرهار است که گروه داعش در آن تعداد زیادی از افراد ملکی را سر بریده است و به گفته یه باشندگان این ولسوالی هنوز هم تعدادی از افراد در نزد این گروه زندانی می باشند. دوشنبه یونما دفتر سازمان ملل در کابل در گزارش سالانش گفته است در سال 2016 میلادی به 11418 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است که نسبت به سال 2015 میلادی 3% افزایش را نشان می‌دهد.
دفتر سازمان ملل یا یونما در کابل گزارشش را در رابطه با تلفات وارد شده به افراد ملکی در سال 2016 را نشر کرد. در این گزارش سال 2016 نیز یک سال خونین برای افغانها خوانده شده است که در این سال 11418 فرد ملکی کشته و زخمی شده است. یونما میگوید که در این سال به شمول زنان و کودکان 3498 فرد ملکی کشته و 7920 تن دیگر زخمی شدند. I'm deeply saddened to report for yet another year. بسیار متاسفم که ارقام بلند تلفات ملکی را با شما شریک میکنم. یونما در سال 2016 تلفات وارد شده به 11418 فرد ملکی را ثبت کرده است که نسبت به سال 2015 3% افزایش را نشان میدهد. جناح‌های دخیل در جنگ باید به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند. گزارش سالانه یونما درباره تلفات ملکی نشان می‌دهد که علاوه بر جنگ‌های زمینی در سال 2016 حملات هوایی نیز دو برابر افزایش یافته است. 5% تلفات افراد ملکی در نتیجه همین حملات هوایی بوده است که این همه قابل نگرانی است. بر اساس گزارش یونما تلفات افراد ملکی 16% به طالبان نسبت داده شده است، 24% نیروهای طرفدار دولت، 15% نسبت به جنگ‌های زمینی که به هیچ گروه ارتباط ندارد و 5% نسبت به انفجار مواد انفجاری نسبت داده شده است. همچنان در این گزارش یونما آمده است که در سال 2016 عملیات هوایی نیز دو برابر افزایش یافته است و عامل 5% تلفات ملکی خوانده شده است. UNAMA also recorded increased. در سال 2016 3498 فرد ملکی کشته شده و 7920 تن دیگر زخمی شدند. کابل، ننگرهار، هلمند، کندهار، اروزگان، کندوز و فاریاب از جمله ولایاتی است که سطح تلفات ملکی در آن بلند می باشد. دفتر سازمان ملل در افغانستان از گروه‌های دخیل در جنگ می‌خواهد تا به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند و حکومت باید برای جلوگیری از تلفات ملکی روی یک استراتژی جدید کار کند. یونما جستجوی راه‌های حل سیاسی به عوض ادامه جنگ میان حکومت و مخالفان مسلح پیشنهاد می‌کند و تأکید می‌کند که مشکل کنونی با جنگ حل نمی‌شود. سه‌شنبه حزب اسلامی افغانستان میگوید در صورت برگزاری محاکمه عادلانه آماده است در برابر اتهامات وارده پاسخ بگوید. پس از حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست تعزیرات سازمان ملل، راه برای آمدن وی به کابل باز شده است و به همین هدف در کابل برای استقبال وی آمادگی گرفته می شود. در اینجا نشستی از طرف حزب مشارکت ملی به مناسبت استقبال از حکمتیار برگزار شده است و اشتراک کنندگان این نشست از حکومت می خواهند تا برای عملی کردن بخش های باقی مانده توافق نامه صلح گام های جدی بردارد. رئیس مذاکره کننده حزب اسلامی می گوید که بعضی اشتباهات را در جنگ های گذشته می پذیرد و به گفته وی در صورت برگزاری محکمه عادلانه برای پاسخگویی آمادگی دارند. این حیث یک تنظیم سیاسی خود را جایز الخطا می دانیم و بنابراین قبول می کنیم، یقین داریم که در این را اشتباهات کردیم. ما و حزب اسلامی افغانستان ادعای فرشته بوده و ملائکه بودن را نکردیم و نداریم. ما طرفدار ازی هستیم که وقایع جنگ های کابل که شما به او اشاره میکنین به صورت عادلانه و از طریق یک محکمه غیر وابسته و عادلانه به تحقیق گرفته شود و به صورت که اقتضای عدالت است، یعنی به شیوه عادلانه این محکمه دایر شود و بعد از حکم محکمه هر جنایی که محکوم بود هم مجازات داده شود و هم مکلف به مزرعه خواهی باشد. از زمانی که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ برای طالبان مشروعیت نمی داشته باشد. طالبی که امروز در مقابل شما انتحار می کنه و انفجار می کنه مشروعیت جنگ خود عزیز داده دگام از دست می تاب. اعضای حزب اسلامی می گویند که اراده شریک شدن در قدرت را ندارند اما برای به دست آوردن اقتدار سیاسی برای اشتراک در انتخابات آمادگی دارند. اعضای این حزب شایعاتی را رد می کنند که گویا حزب اسلامی نمی خواهد سلاحش را بر زمین بگذارد، بلکه به گفته آنان تشکیلات تمامی جنگجویان این حزب منحل و در صورت نیاز در بخش دفاع از کشور کمک خواهند کرد. اعضای حزب اسلامی می گویند که آمادگی ها برای آمدن رهبر این حزب به کابل تکمیل شده است و ممکن در نیمه های ماه اوت به کابل برگردد.
پشخاری برادر مجاهد حکمتیار مربوط و ممنود و بعض از مقدمات هست که در این رابطه دولت و حزب اسلامی افغانستان با جدیت کار میکنن و بنابر تعدد عواملی که باعث سرعت یا عدم سرعت پشخاریشان میشه تعیین یک زمان بسیار دقیق برای ما دشوار است، ولی کوشش هر دو جانبی است که به زودترین فرصت ممکنه. چشماندازی که ما و دولت در پیش رو داریم اواسط یا نیمه دوم ماه اوت امسال است. چهار حکمتیار صاحب ان شاء الله نه واځي د حزب د صفوف او د انسجام د لپاره یو محور ګرځي، بلکې ان شاء الله په دې ملک باندې ملي وحدت لپاره محور وي. حزب اسلامی میگوید که بعد از حذف نام رهبر این حزب از لیست تعزیرات سازمان ملل، کار جدی بر بخش‌های باقی مانده توافق نامه صلح جریان دارد و به زودی آن از زندانیان این حزب که دوسیه‌هایشان نهایی شده است آزاد خواهند شد. چهارشنبه همزمان با تمایل برخی از اعضای طالبان به صلح، کارهای شورای عالی صلح کاملا متوقف شده است. شورای عالی صلح که یگانه مرجع گفتگو و تماس حکومت با مخالفان مسلح خوانده می شود، با 7 سال فعالیت هنوز هم دستاورد قابل ملاحظه ندارد. هرچند مذاکرات موفقانه با حزب اسلامی قابل ملاحظه خوانده می شود، اما آگاهان سیاسی می گویند که این روند به گونه رودرو با مقامهای حکومتی به پیش برده شده است و نقش شورای عالی صلح در این بخش مؤثر نبوده است. گفته می شود که در این اواخر برخی از اعضای طالبان مسلح نیز به گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند، اما در حال حاضر شورای صلح به عنوان یگانه آدرس گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح غیر فعال می باشد و کرسی ریاست آن نیز خالی باقی مانده است. سید جمهور مجلس تقاضا داد است سمر عجل کیدل سی د پاره کی تصمیم ونیسی سی رهبری معلوم سی او دغه وخت فرصت منګل رو سی منګو سو کولای مخالفین سره په هر نامه یغو سره مخبری وکاو او غوی د خبر لارنه جذب کو چې راسی خپل وطن کې د سره د آبادی مورید باندې اشتراک وکي. نو دغه یو فرصت پیدا دولت دا چانس لا سورنه کی د سولې د عالی شورا رهبریت معلوم کی. پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح، این کرسی به صلاح الدین ربانی پسر وی واگذار شد و اکنون گفته می شود که پس از درگذشت پیر سید احمد گیلانی، این کرسی به حامد گیلانی پسر وی واگذار خواهد شد. آگاهان سیاسی و اعضای ولسی جرگه می گویند که موقف پراگنده حکومت در بخش صلح و سرنوشت مبهم شورای عالی صلح بر روند مذاکرات تاثیر منفی بر جا گذاشته است. در افغانستان به طرف او با شرف او غری او شخصیتونه تشخیص او په ورته دند باندې او مارل شي تر څو ټول خکیل خواوته هم د منلو ور وی هم د افغانستان د خلکو د ژوند او ازادۍ او د دفاع صلاحیتونه ولري هم ورته ژمنتیا او تعهد ولري. څنګه چې اسلامي سره مو خبرې کامیابې سولې همدارنګ تاسو معلوماتي زیاتو افغان طالبانو دغه اخلاص کودل دي چې غوی راسي د صلح علي شورا سره او خپل نظام سره یو ځای شي. نو دا د موږ لپاره یو تلای چانس دی چې نه باید موږ استفاده وکړو او څومره زر سي کېدل شي په دغه رهبریت باندې فیصله وسی تر څو د صلح علي شورا دغه کمیسیون مکمل شي. اما رئیس اجرایی میگوید که بحثا برای انتخاب شخص مناسب برای شورای عالی صلح جریان دارد و به زودی رئیس جدید این شورا معرفی خواهد شد. گماشتن یک رئیس در رأس شورای عالی صلح یک ضرورت هست. بدون شک در سطح رهبری حکومت پیرامون از این رایزنی و گفتگو میشه تا یک شخص معتمد و کسی که از جانب جناح‌های مختلف و اعضای محترم شورای عالی صلح قابل قبول باشه و گزینش میشه. شورای عالی صلح در سال 2010 میلادی به مشوره لوی جرگه مشورتی به هدف گفتگوها با مخالفان مسلح ایجاد شد، اما آگاهان سیاسی میگویند که فعالیت این شورا با وجود مصارف هنگفت مالی موفق نبوده است. طالبان مسلح به هدف برهم زدن وضعیت امنیتی کابل پایتخت کشور در صدد افزایش نفوذشان در ولایت میدان وردک هست. در حالی که طالبان مسلح به هدف عملی کردن پلان جنگی سال آینده ایشان در تشکیلات خود از تغییرات و تبدیلات در هفته گذشته خبر دادند، به تازگی مسئولان ولایت میدان وردک از تلاش‌های طالبان برای گسترش ساحه نفوذشان خبر می‌دهند. سخنگوی والی میدان وردک که در یک کنفرانس مشترک خبری با سخنگویان 6 ولایت دیگر صحبت می‌کرد، می‌گوید که طالبان مسلح بر اساس پلان جدیدشان تلاش می‌کنند که در برخی ولسوالی‌های میدان وردک نفوذ خود را گسترش بدهند
و با این کار به حملات مسلحانه ایشان در کابل ادامه بدهند. د میدان وردګ ولایت هغه جغرافي موقعیت موږ تاسو وګورو یو ستراتیژیک نقطه یا د کابل سره نږدې پروت ولایت او مخالفین هم هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې نفوس ول زیات نفوس ولري ځکه چې د دې ولایت څخه فاصله کولی شي بیا کابل ته نفوس وکړي شي نو په دې اساس مخالفین د پر هم مهم ده او موږ د پر هم دا ډیر خورا مهم او مرکزی حکومت پر هم مهم ده چې په هغه دغه ولایت کې امنیت تضمین کړي شو او د مخالفین هغه کوم فعالیتونه چې کوي هغه لمنځه یوسو. در همین حال سخنگوی والی ننگهار از فعالیت گروه داعش در 4 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهد، اما می‌گوید که به همکاری باشندگان محلی توانستند تا جلو گروه‌های داعش را از مبدل شدن به یک تهدید بگیرند و تمام تحرکات این گروه را در این ولسوالی‌ها به مخفیگاه‌هایشان محدود ساختند. دا یو وحشتناک ډله ده که څه هم ولسونه د دوی د حرکاتو څخه خیر راغلي دي. ولسونه همیشه د خپل حکومت په پام کې دي. په کچراګام ولسوالۍ کې څنګه ولسونو 500 کسانو د دوی پر وړاندې پاڅون وکړ او دوی پرې نه خوستله دوی کومو پاک شو بلاخره چې کچراګام د داعش له حرکاتو څخه پاک شو. په نورو ولسوالیو کې هم دغه ډول تحرک روان دی ترڅو ولسونه زموږ په پاک شي او داعش اوس یوازې غربیزو او مهمو یو څو پټ ځایونو ته از سوی دیگر سخنگویان ولایت کابل، کاپیسا، دایکندی، هرات و خوست از کاهش جرایم جنایی و عملی کردن پروگرام‌های انکشافی در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که در این ولایت باور مردم در بخش حکومتداری خوب را به دست آوردند. په دې وخت باندې دوی چې په خوست کې 115 مهمې د بیا رغونې پروژې پیل یا بشپړې کړې چې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت سره تر دې مهاله پورې 8 پروژې بشپړې شوې او په 8 نور پروژې ګړندۍ کار روان دي. سطح جرایم دیگه که در ولایت هرات اتفاق میفته به همون تناسب اگر جرم به وقوع پیونده نیروهای ما دستاورد ندارند. ما از جمله بیشتر از 1000 مورد جرایمی که در ولایت هرات اتفاق افتاده بالای 75% عاملین از او تسکیر کردیم. در بخش حکومتداری خوب تمام واحدهای دومی و سیومی در ولسوالی ها خار هستند و عرضه خدمات برای شهروندان میکنند و تمام مردم میتونند با سهولت و دولت مراجعه کنند در باز است. سخنگویان این ولایات در حال از دست آوردهای ولایات یاد شده خبر می‌دهند که در نتیجه جنگ‌های سال جاری بسیاری از باشندگان این ولایات به هدف مسئولیت زندگیشان خانه‌هایشان را ترک کردند. پنجشنبه باشندگان ولایت بغلان با رئیس اجرایی حکومت مقاطعه سیاسی کردند. با گذشت بیشتر از 2 از ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم ریاست اجرایی با سرنوشت مبهم مواجه است و لوی جرگه قانون اساسی برای مشروعیت دهی به این کرسی تا کنون برگزار نشده است. اما ظاهرا نارضایتی مردم از ریاست اجرایی با گذشت هر روز رو به افزایش است و بیشتر حامیان زمان مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله راهایشان را از وی جدا می کنند. اینجا تعداد زیادی از بزرگان قومی و باشندگان ولایت بغلان گرد هم آمدند و می گویند که پس از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی را به رسمیت نمی شناسند و رأیشان را دوباره از وی می گیرند. برادر 53000 رای داده، 53000 رای در حقیقت مصرف شده، امروز 53000 رای از پس گنون کشیده میمانیم در کنار با یک پروسه دموکراتیک، با یک جماعت، با یک همایش از پیش پس میگیریم. قطعا از نظر ما مشروعیت نداریم. قطعا امروز ما امروز که مشروعیت ما را به این آسانی از پیش گرفتیم، فردا با پای محاکمه میکشانیم. رای مردم برای نیست، گندم نیست، جواری نیست که در اختیار داده شود. باشندگان محلی بغلان میگویند که رئیس اجرایی در عملی ساختن تعهداتش با مردم ناکام است و به عوض وظیفه اصلیش در فکر به دست آوردن منافع شخصی خود است. باشندگان بغلان میگویند که دکتر عبدالله رئیس اجرایی پس از این حق استفاده از امکانات دولتی را ندارد و هشدار میدهند که برای به دست آوردن حقشان وی را به محاکمه خواهند کشانید. بدون کدام حراسی و بدون کدام ملاحظه اعلام میکنیم که این حق مردم افغانستان است، این حق مردم خوست و فرنگ و گذرگاه نور است که ما رأی ما را و مشروعیتی را که بر جناب دکتر سیب عبدالله دیروز با رأی دادن بخشیده بودیم امروز ازش پس میگیریم.
نه تنهایی که مبدل به ریاست اجرایی مقتدر نشد، این مبدل شد به یک پسخانه، نهایتش به یک فرشمخانه به قول دوستا، محله که چند تا آدم روزها دید و بازدید کنن و چند تا عکس بگذارن و به امین دلخوش باشن. اصلا این توقع ما نبود. این تا آدم آمدن یک حکومت ساختن، یک حلقی ممنوعی از قدرت و ثروت ساختن، در این حلقی ممنوعی خودشان محصور کردن، رابطهشان با مردم قطع کردن، فکر میکنن که اینمی گل و گلزار است، فکر میکنن وقتی سر دسترخوان اینها رنگین بود کلی مردم افغانستان همه چیز دارد. اینطور نیست. اما ریاست اجرایی میگوید که اکنون زمان کمپاین های انتخاباتی سپری شده است و ریاست اجرایی یک بخشی از حکومت وحدت ملی است و با باور آنان از تمام مردم نمایندگی میکند. بعد حقوقی خپل شخصی بحثی به حقوقی پس تړاو پیدا کوي، ولی یو بحثی چې نور موږ د ټاکنو له پروسې څخه راوتلی یو، ټوله کې نظام که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایه دی، نور د یو مشخص ټیم لپاره کار نه کوي، د یو مشخص ډلې نمایندګي نه کوي، د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي او د ټول ملت لپاره کار کوي. بزرگان قومی و فعالان مدنی که با مناسبت اعلام مقاطعه سیاسی با دکتر عبدالله عبدالله گرده هم آمدند، اتهام می‌بندند که گویا برخی از حلقات مشخص حزب جمعیت اسلامی را به یک جغرافی مشخص محدود ساختند و برخلاف خواست مردم عمل می‌کنند.